سلام بچه، حالتون چطور؟ خوش اومدین به چند وقت دیگه بازی آنلاین دو نفره با یه حریفی از روسیه رو با هم دیگه ببینیم. پس قبل از اینکه بریم بازی حتما ویدیو لایک کنید، چرا ما رو سابسکرایب کنید، علامت زنگوله رو هم فعال کنید تا در صورت گذاشتن ویدیو جدید تر نوتیفیکیشن بهتون اطلاع بده. کام شباب. خب بچه‌ها، میریم سراغ بازی. یه توضیح در مورد بازی دادم. بچه‌ها، بازی به صورت 1-1 هستش. گلد 2000 تا، نوراش 10 دقیقه و اسپید 50. همونجوری که خودتون می‌بینید بچه‌ها، داخل گلد 2000 تا هم گلد کمتری دارید، هم منابع خیلی کمتری داریم. خب بچه‌ها، حالا با گلد 2000 تا دیگه سراغ اکونومی نونوای قطعاً نمی‌ریم. حالا دور ننداز. و می‌ریم سراغ اکونومی پاپ که ببینیم آیا از اکونومی پاپ بچه‌ها نتیجه می‌گیریم. اینا چون واقعاً گلد 2000 تا اکونومی نونوای یه مقدار سخته. حالا نه که نشه بازی کردن، حالا چندین بارم بازی کردم، ولی خب به هر حال ببینیم دفعه اکونومی پاپ یه تنوعی باشه، ببینیم آقا از اکونومی پاپ چه نتیجه رو می‌گیریم. خب بچه‌ها، کارهایی که منم انجام دادم اینه که اومدم بچه‌ها یه مقداری چوب بریدم. البته همونجوری که خودتون می‌بینید چوب بری ها اصلی ترین کارگرا داخل اکونومی پاپ هستن. تموم شد. خیلی تاثیرگذار. فقط یه اشتباهی که به نظر خودم اینجا انجام دادم، قبل از اینکه میام سازه سنگ و آهن یا چوبوری چیزی بسازم، اول باید یه فکری به حال میکده هم میکردم. یعنی اول کارگرها میرفتن سمت میکده، اینجوری میتونستم از همین اول کار یه جورایی از مردمون مالیات بگیریم. به هر حال داخل اکونومی بعدی حتما این کارو انجام میدم و اولین کار میرم سراغ میکده. معلومه که هنوز میکده من فعال نشده. بعد این تایم نوراش خودش میتونه یه مقداری گلد به ما کمک کنه. ببینید که الان ما گلدمون تموم شد و واقعا هیچ کاری فعلا نمیتونیم انجام بدیم تا ببینیم بچه‌ها در ادامه چه اتفاقی میفته. اتفاقی بعد جور احتمالاً بچه‌ها حریفمون هم از اکونومی پاپ استفاده کرده باشه. البته داخل گلد 2000 تا یه مقداری سخت هستش حالا فست پوش شدن. خب ببینید که الان ما کاری که اومدیم انجام دادیم واقعا نیاز بود بیایم یه مقداری مالیات از مردممون بگیریم بدون اینکه حتی میکدهامون شروع به کار کرده باشه. ببینید که ماهیتمون داره میاد پایین، ولی واقعا به گلد نیاز داشتیم و اگه این کارو نمی‌کردم یه مقدار از بازی عقب می‌افتادم. ببینید که الان میکدهامم تقریبا شروع به کار کردن. خب بچه‌ها، یه جوری چوب که برسه من باید سازه های سلاحمو بسازم. حالا طبق معمول همینجور که خودتون میبینین 6 تا دونه سازه زره میسازم دیگه. برگشت هر چقدر گلد دستم بیاد، چوب دستم بیاد، سازه یک کمون میسازم، اونا رو هم روی کمون کراس اومد میذارم که بتونم گلد بیشتری به دست بیارم. خب الان چیزی که هستش میبینید که من یه دونه میکده اضافه کردم. الان سنگام رسیدن. چهارمین سازه زره خواستم بسازم، ولی خب مثلا که گلدش نبود. الان گلد اومد، الان میتونم بسازمش. حالا یه مقداری فعلا درگیر این چوبوری ها هستم. و خب بچه بیام سراغ سازه های زره. خب چهارمی، دوباره پنجمی، بچه ششمی، گلدش تموم شد، ولی خب به هر حال باید حتما بسازم. یه دونه سازه کمون ساختم، باید اون رو روی کراسومن حتما بذارم. خب میبینید که بچه سنگ رسیده. خب حالا تا سنگ هست من نیام سنگ رو بپوشم، سریع دروازه رو بکشم، دولایش هم کنم که دیگه حالا نگرانی برای یه جورای حمله حریفمون نداشته باشیم. یه کم کم بچه میام سازهای سلاحمو بیشتر و بیشتر میکنم که بتونم گلد بیشتری به دست بیارم، ولی باید بیشتر حواسم هم به این قضیه باشه که بچه پاپم هم باید گسترش بدم. فقط چیزی که میگم داخل اکونومی یه مقدار دیر ساختم، الان میبینید که بشکه‌های شرابم سازش یه مقدار دیر ساختم. این یعنی چی؟ یعنی خریت محض. 2000 تا یه مقدار سخت هستش و شما اون چیزی که میخواین رو به دست نمیارید. همین که من یه مدت اکونومی پاپ بازی نکردم و این باعث میشه اون قلق اون یه جورای روونی بازی دستمون نباشه. خب میبینید که حالا چوبا دارن میان، این خیلی خوبه. چوبا تا برسن میتونیم به تعداد خیلی زیادی سازه کمون بسازیم. به هر حال جبران این چند وقت دقیقه‌ای که بچه‌ها ما چوب و گلد نداشتیم و جبران کنیم. میبینید که چوبا دارن میرسن، خیلی خوبه. میام چند تا سازه کمون میگیرم. حالا پاپام بچه حالا دی 300 تا که قطعا نمیرسه، چون واقعا گلد 2000 تا یه مقداری سخت هستش بخوایم پاپ 300 یا بیشتر بزنیم. یعنی نهایتا من بتونم پاپ خیلی زیادی بزنم 250 باشه داخل 2 دقیقه. خب حالا ببینم در ادامه چه اتفاقی میفته، ببینم گلد 2000 تا چیکار میکنیم. بچه کاری که اومدم انجام دادم یه مقدار محبوبیتم خیلی اومده بود پایین و اومدم اون منفی 6 تا مالیات رو کنسل کردم تا محبوبیتمون بره بالا. تا جایی هم که توجه کرده باشید دارم چوب بری میسازم، نه برای تایم نوراش بلکه برای رعیت، یه جورایی راش بعدی و حمله بعدی. حالا ببینم حریفم میخواد از چه روشی استفاده کنه. بچه من میام دروازه‌رم میذارم، دروازه دوتایی میذارم، جلوی رو پاک میکنم، یه پادری میذارم. خب فعلا راضی کننده است، ولی خب ببینید اصلا گلد آنچنان زیادی نداریم. خزانه هم کاملا خالی است. و حالا تا جایی هم که ممکنه بیام سازه کمون اضافه کنم تا ببینم در ادامه
میتونم چه کاری رو انجام بدم. خب دیگه کمونم اوکی شده میگه، ولی سازهای کمونم همچنان بیکار هستن، حتما باید یه جورایی الان پاپامو جمع کنم تا هم بتونم مالیات ازشون بگیرم. همین چند تا سازه کمونی که ساختم به خاطر اینکه محبوبیتم پایینه پاپ بهمون نمیده. حالا دیگه چیزی هم به تایم نوراش نمونده، دو تا دیگه سازه کمون ساختم، اونم روی حالت کراسومن گذاشتم. خب دیگه الان بچه میام یه دسته چوبوری ها رو همه رو بیکار میکنم، میکده ها رو بیکار میکنم، یه جورایی سازه سیب رو میزنم روی کمترین حالت که مصرفش کمتر بشه. خب پاپا دارن جمع میشن، خوبی که داره این پاپ اینه که هم بهمون مالیات میده، هم سازه های کمون رو شروع بکار کردم. میام یه دسته شیلد بسازم با این پیرمردای دانا، حالا این مالیات ها داره بهمون گولد میده. یه 6-7 هم بچه توجه کرده باشین نیزه‌دار و کموندار داریم، بیام خندق رو بکشم با استفاده از همین نیزه‌دار و کموندار و خندقم هم کامل کنم، بتونم این سیستم دفاعی فلان داشته باشم. حالا پاپ واقعا یه حالت فست پوشه، ولی 2000 تا یه مقداری سخت هستش بخواید فست پوش باشیم، ولی حالا تلاش خودمون رو میکنیم. میام خندق رو میکشم، تو هم از قسمت پایین نیزه‌دارا خندق رو بکشن، هم از قسمت بالا کموندارا، چون دو دسته میبینید که قشنگ دو دسته نیرو بهمون داده، یه 7 تا یه 5 تا که قشنگ اینجا رو بکشیم و دیگه خیال خودمون راحت کنیم. البته پیرمردانا هم گرفتیم، با این پیرمردانا یه چند تا شیلد بسازیم، حالا اگه با هارساچر شیلد خواست بهمون حمله کنه ما شیلدمون اوکی باشه. به هر حال می‌بینید که گلدم بهمون داره یه جورایی داده میشه از طریق اون مالیاتی که هست. الان 1400-1500 تا بچه گلد داریم، خب الان 1800 تا شده، مدام داره این گرفتن مالیات تکرار میشه. به به، به هر حال یه نحوه اینم یه روش برای بازی به نظر خودم، حالا داخل روشایی که ما بازی میکنیم، یعنی نوراش 10 دقیقه، گلد 3000 تا، اسپید 50، بهترین حالتش بچه همینه دیگه. ولی اگه خواستین حالا 5 دقیقه بازی کنین یا مپ‌های دیگه اسپورت هستین بازی کنین، میتونید از اکونومی نوایی هم استفاده کنین. خب میبینید که الان شیلدای من ساخته شد، به یه دسته دیگه شیلد بسازم، 19 تا پیرمردانا گرفتم، بیام 19 تا رو تبدیل به شیلد کنم تا ببینم در ادامه حریفم میخواد با چه نیروی اتک بده. میبینید که خندقم کامل داره کشیده میشه و این میتونه خیلی به ما کمک کنه. حالا بیام سری شیلا رو بسازم، خودم آماده یه حمله کنم. به هر حال اینقدر با اکونومی نونوای بچا دفاع کردیم، یعنی با اکونومی پاپم دوست ندارم حمله کنم، ولی باید سریعتر این کار رو انجام بدم. میام یه دست هارسارچر میام، دیگه هرچی که گولد هست تو باید تقریبا نصفشو بدم هارسارچر، دیگه نصفش هم میدم اساسین دیگه که پیاده نظامم بتونم یه جورای کامل اوکی کنم. الان 800 تا دیگه گولد گرفتم، میام میدم اساسین میگیرم، این اساسینا رو هم بگیرم دیگه خیالم راحته. یه مقدار کمون این یه جورایی سازهای کمونمو ساخته بودم، اونارم فروختم، اونارم دادم اساسین گرفتم. فقط توجه کرده باشین بچه ها، الان اشتباهی که الان انجام دادم، من اومدم انبار غلاتم بودم روی منفی 8 گذاشته بودم روی مثبت 8، تمام غذاهامون کاملا بیهوده از بین رفت، یعنی خود خری. ولی اصلا مشکلی نداره، یه لحظه شیلا رو جمع کنیم، یه تایمی رو خودمون از بازی عقب انداختیم به خاطر یه دونه میسکلی که اشتباه توجه کرده باشین، قشنگ شما کلی از بازی عقب میفتید اگه اشتباه کنید. دقیقاً همین کاری که من انجام دادم و کلی از بازی عقب افتادم. خب هارسارچر و شیلا اوکی، میبینید که حریفمونم هارسارچر و شیل ساخته. خب من یه لحظه یه تعدادی راهب دیدم مثلا که میخواد با راهب حمله کنه، یه چلتایی هم اساسین داریم، حالا با این اساسینا بریم بیرون و یه خیال خودمون رو راحت کنیم که تونستیم سیستم دفاعی اوکی کنیم. خب میام یه چند تا سازه کمون اضافه میکنم، واقعا تعداد سازهای کمونم کمه که بتونم پول بیشتری به دست بیارم. الان دارم هی سازهای کمون رو اضافه میکنم تا در ادامه بتونم قطعا پول بیشتری هم بهمون میداره. تا جایی که ممکنه میام سازه کمون اضافه میکنم، فقط چیزی که هست توجه کرده باشین بچه‌ها، ظرفیت پاپ من 219. خب احساس میکنم تعداد کارگرایی که دارم استفاده میکنم خیلی بیشتر هستش، حالا باید کم کم اول ماهویتمون رو بیاریم بالا، یه مقدار ماهویتمو بیارم بالاتر و کم کم بریم که با هم دیگه احتمالاً یه فایتی رو ببینیم. می‌بینید که انبارمون هم فعلا چیزی که واقعا باید داخلش خیلی مورد توجه باشه چوب هسته، چوب هم که فعلا داریم. میام غذا رو می‌ذارم مثبت 8، می‌بینید که ماهویتمون کم کم داره میاد بالا. بیام یه مقداری هم گلد به مردم بدیم دیگه، مجبوریم چون واقعا به ماهویت نیاز داریم. حریفمون هارساچر و شیلدا رو ساخته، یه لحظه هارساچرش از شیلداش جدا شد، ما یه حمله رو انجام بدیم، بگم بهترین تایم باشه که بتونیم الان به حریفمون یه ضربه رو بزنیم. خب ماهویت داره میاد بالا، ماهویت شد 22، این خیلی خوب. بچه‌ها فایت داره شروع میشه، میبینید که با راهبا اومده، ما خیلی راحت میتونیم با هارسارچرا راهبا رو بزنیم، بنده خدا هیچ دفاعی از خودشون نمیتونن کنن. با هارسارچرا موو اتک میدیم، البته یه دست اساسین هم داریم، قسمت بالا میبینیم تعداد نیروش خیلی بیشتره، اگه من الان فایت بدم قطعا فایتو میخورم، کلی نیرو داره واقعا.
و احتمالا باید اینجا با استراتژی باش بازی کنیم و یه حالت موب اتک داشته باشیم و تا جایی که ممکنه با هارس آرچرامون واسه این یه جورایی راه باش و اساسیناشو بزنیم. اینجوری میتونیم تلفات خیلی خوبی ازش بگیریم. میبینید که خیلی راحت داریم اساسینا رو میزنیم، مثل اینکه بیخیال شد و هارس آرچرو شیلاشو نبرد. اینجوری تونستیم چند تا اساسین ازش بزنیم. واقعا الان داخل اینجایی که گولد کمه، هر یه دونه سرباز واقعا کلی میتونه داخل بازی تاثیر داشته باشه. یه لحظه چند تا از شیلدای ما رو زد، ولی تونستیم حداقل اینجا 15 تا از اساسیناشو بزنیم. میبینید که راهبار رفتن دارن دیوار خراب میکنن و میخوان بیان و یه جوری وارد بیس ما بشن. خب بچه‌ها همونجوری که میبینید ما داریم یه مقدار تلفات از طریق اساسینا میگیریم و موضوعی که هستش اینه که تعداد اساسیناش یه مقدار کم بود، ما تونستیم تعداد خیلی زیادی از اساسیناش توی فایت اول بزنیم و حالا یه مقدار دیگه هم توی فایت دوم زدیم. میبینید که راهبار و فرستاده داره دیوارا رو خراب میکنه. ما باید با هارس آرچرامون بچه‌ها تک تارگت بزنیم به راهبا، ولی میبینید که یه راهو باز کردن. سریعتر باید با اساسینامون بریم و اجازه ورود یه جوری حریفمون رو به بیسمون رو ندیم. اینه که خیلی راحت داریم راهبا رو میزنیم، چون راهبا مشغول کندن دیوار هستن، اساسینامون دمیج زیادی نخوردن. خب تونستیم یه دفاعی رو انجام بدیم. کمپرس هارس آرچر شیلداش کاملا به هم خورد، کلی از هارس آرچراش از بین رفت و دیگه به هر حال این از باکای پچه 1-3 هستش. خب میایم یه جورایی الان محبوبیتمون 100 هست، میام محبوبیت رو بالا میبریم و مالیات گرفتن رو شروع میکنیم. سریع باید دیوار رو بکشم و دیگه خندقم داره کشیده میشه از این نظر که دفاع کردم خیالم راحته. الان میبینی که حریفمون کلی تلفات داد و الان باید کاری که انجام میدم اینه که چوبوریامو از حالت دیسیبل بیرون بیارم تا بچه‌ها بتونین پاپامونو پخش کنیم و دوباره بتونیم مالیات بگیریم. الانم 3000 تا گل دارم. الان با نیروام باید سریعا برم و جلوی دروازه بیس حریفمون بمونم و اجازه ندم حالا با نیرویی که قراره بیاد بیرون یه مقداری گل 2000 تا. بچه ها سخت هستش بازی کردن، ولی خب باز دیگه ما تونستیم یه اکونومی حالا جمع جوری آماده کنیم. حالا یه چک ترپ هم می‌کنیم، یه ترپی چیزی نداشته باشه. خب الان می‌بینی که پاپامون دارن پخش میشن. فقط فکر می‌کنم بچه‌ها این میزا خونه که ساختیم با جمعیتمون برابر نیست، باید قطعا یه مقداری خونه های بیشتری بسازیم. میکردم که اوکیه، فکر میکنم مشکلی داشته باشه، ولی تعداد خونه هم قطعا کمتر. حالا بمونم تا ببینم پاپام تا چقدر چی میانه، چون واقعا 210 تا پاپ خیلی کمه. خب میریم میبینیم جلوی دروازه بیس حریفمون، میبینی که حریفمون داره از تمام نیروها استفاده میکنه. فعلا این سربازای سنگ انداز چیه؟ تا حالا کسی توی بازی آنلاین ازش استفاده نکرد؟ البته اومده از تمپلار هم استفاده کرده، این خیلی بده. این یکی بدی. الان میبینید که دوباره یه مقدار زره داشتم فروختم، 5000 تا گلد دارم. الان واقعا اکونومی پاپ هم بچه گلد خیلی خوبی بهمون میدن. احتمالا داخل بازی های بعدی داخل گلد 3000 تا هم از پاپ استفاده کنیم. حالا شاید نتونستیم نتیجه بگیریم و یه خوبی هم که داره دیگه اون 25% ضعف و دیگه نداره، چون واقعا 25% ضعیف شدن نیروهاتون خیلی بد میشه. حالا با هم دیگه بریم ببینیم. حالا پاپامون هم ببینید که دارن کم کم پخش میشن و یه باید یه مقداری هم چوب بخریم خونهامون رو اضافه کنیم. حالا حریفمون یه حالت دفاعی پیدا کرده، ما پاپامون رو پخش کردیم. گلدم از نظر گلدم هیچ مشکلی ندارم، میام یه تعداد خونه میسازم. میبینید که حالا پاپام هم تا حد اکثر 314 تا 315 تا بردم. نه باریکلا، تا کم کم یه مقداری اکونومی گسترش بدم دیگه. تعداد یه جورای سازه های کمون هم اوکیه، باید کم کم خودمون رو آماده کنیم که پاپا رو جمع کنیم، مالیات بگیریم و سریعا یه ارتش آماده کنیم و یه حمله رو با هم دیگه ببینیم. احتمال خیلی زیاد داخل یه جورای نیروهای بعدی که بخوام بسازم حتما از توردیندارو استفاده میکنم، چون میخوام دیوارا رو خراب کنم و وارد بیس حریفمون بشم. حریفمون هم یه تعداد راهب گرفته، واقعا داره از تمام نیروها استفاده میکنه. حالا چرا نمیدونم. میبینید که کلی از پاپای ما، یعنی یه جورای چوبوری ها هنوز بیکار هستن و ما فعلا وقت داریم تا بمونیم که اینا از حالت دیسیبل بیرون بیان و یه دفعه جمعش کنیم، چون هرچی اینا بیشتر بمونن ما میتونیم گلد بیشتری به دست بیاریم و خیالمون راحت تر. یه مقدار عقب تر میایم که اگه حریفمون یه دفعه اومد بیرون ما رو غافلگیر نکنه، هارس آرچر شیلدامون رو نزنه. الان هم میبینید که بودن 36 تا هم چیز داریم، کمون داریم، اینا هم فروختم. فکر کنم 7-8000 تای گلد داشته باشم. چقدر گلد بهمون میده انصافا اکونومی پاپ. من اصلا فکر نمی‌کردم که بشه با این اکونومی جمع جون انقدر گلد به دست آورد. می‌بینید که پاپا رو جمع کردیم. الان اومدیم اون یه جورای انبار
غذامون هم روی -8 گذاشتیم که غذا الکی مصرف نشه. تعداد خیلی زیادی چوب خریدم، میکده ها رو غیر فعال کردم که بشکه الکی مصرف نکنن. مالیات هم روی حداکثر گذاشتم، 8000 تا هم گلد دارم، از نظر گلدم هیچ مشکلی ندارم. البته میتونم انبار سلاح هم اون کمونا رو بفروشم، ولی زره ها رو فعلا دست نمیزنم چون میخوام باهاشون سرباز نیزه دار بگیرم. بچه‌ها الان کاری که من انجام دادم یه مقدار هارس آرچر شیلدامو بیشتر میکنم تا به اون مکس شوتر 50 راحت برسم، و بعد از اینکه به اون مکس شوتر 50 رسیدن دیگه بچه‌ها ما 50% راه رفتیم. اصلی ترین کاری که میخوام انجام بدیم واقعا تو بازی اون مکس شوتر 50 هستش. اینا رو اوکی کنید، خب میبینید که بچه حریفمون بیرون اومده با این تمپل رو. حالا ببینیم میخواد چه ترفندی رو اجرا کنه، واقعا یه مقدار عجیب داره بازی میکنه. تا حالا ندیدم کسی با این نیروها حمله کنه. حالا راهب و اساسین دیدم، ولی تمپل رو راهب یه مقدار عجیبه. حالا ببینم میخواد از چه روشی استفاده کنه و داستان حمله کردنش چیه. نیروهامو بردم داخل بیس خودم تا 59 تا شیلد و این 42 تا هارسارچر رو با هم دیگه ترکیب کنم، و الان میام یه تعداد بچه‌ها تبر میگیرم تا سربازخونه مسیحی من بسازم و دیگه کم کم تبرزیندارام هم بگیرم. فکر کنم حریفمون داره پیش میاد روی مپ که دارم نیروهاشو میبینم، داره نزدیک میشه به بیسمون. باید سریعتر نیروهامون رو آماده کنیم تا تعداد تبرزیندارامون رو با اساسین‌ها ترکیب کنیم که بتونیم یه حمله‌ای رو داشته باشیم. از نظر گلد می‌بینید که اصلا به مشکل بر نمی‌خوره، 7000 تا گلد داریم. میام هرچی پاپ دارم رو تبدیل به اساسین میکنم، تکسم اوکی میکنم تا کم کم آماده بشیم برای حمله بعدی، و دیگه کم کم اگه این حمله به شکست منجر شد یا حداقل هر اتفاقی افتاد ما پاپای بعدی رو داشته باشیم. خب نیروهامون رو کمپرس میکنیم و آماده حمله میشیم. میبینید که حریفمون دقیقاً قسمت پایینی بیسمون مونده، خیلی نیروهاش کمه انصافا در مقابله با ما. یعنی ما یه جورای جارو میکنیم حریفمون رو. و الان مقدار گلدی هم که برامون میام ابزار شادی میسازم. اینم گفتین ابزار شکنجه میسازی ظالمی این حرفا، اومدیم ابزار شادی ساختیم، یه حالی به مردم دادیم و بعد از اونم نیروهامون رو یه مقدار قوی تر کردیم، ستاره سبز بهشون دادیم. حالا هر چقدر گلدم برامون جمع بشه دیگه میایم از این ابزار شادی براش میسازیم، باغچه و گل و این چیزا میذاریم که یه مقداری قوی تر بشن. دیگه 25% یه جورایی ابیلیتی مثبت میگیرن. خب بچه کم کم فایت داره شروع میشه و ما دیگه داره کم کم خودمون آماده میکنیم که حمله رو با هم دیگه ببینیم. من اولی کاری که میکنم با اساسین رو میرم سراغ تمپلارا، سری تمپلارا رو بزنم. واقعا تعداد دیوام خیلی زیاده، اصلا واقعا نیروهای حریفم بچه‌ها به چشم نمیاد. خب دونستیم با یه گوشه خیلی راحت، یعنی اصلا به صورت ایزی دونستیم فایت رو بزنیم و حریفمون هم داره با هارس آرچر و شیلداش بک میده. حالا با همین تعداد نیرو هم میتونیم حمله رو انجام بدیم، ولی واقعا خیلی عجیبه، واقعا چرا تعداد نیروهای این حریفمون انقدر کم بود نمیدونم. فکر کنم به چند دسته تقسیمشون کرده باشه، نمیدونم واقعا این بود عجیب بود. هارس آرچر و شیلداش هم اینجا یه مقدار از هم جدا شد، یه مقدار هارس آرچر از دست داد. خب بریم که دیوارو خراب کنیم و کم کم بچه‌ها مثل اینکه یه مقدار نیرو اینجا داره و برگردیم. بهتون گفتم نیروهاشو یه مقدار تقسیم کرده بود، اینا رو خیلی راحت میشه با هارس آرچر زد. یه مقداری بی برنامه داره بازی میکنه، اساسیناشو برده قسمت بالایی، حالا میخواد چه کار کنه نمیدونم. فکر کنم 50 60 بچه‌ها راهب و اساسین اینجا داره. میبینید که با هارس آرچر چقدر راحت میتونیم اینا رو بزنیم و حالا پیاده نظامون رو به قسمت بالایی میبریم تا اونجا میخوایم اونجا رو عبور کنیم، و هارس آرچر شیلدامون رو قسمت پایینی. حالا میافتیم دنبال اساسینا، ببینیم اساسینا رو کجا میخواد ببره. میام دیواری که خراب شده بود ترمیم میکنم، خیال خودم راحت میکنم. بیام یه چک کنم ببینم اساسینا کجان. خب بچه‌ها ببینید اساسینا دارن این قسمت میرن، سری برم دنبال اساسینا که اساسیناشو بزنم. خب الان میام بچه‌ها -8 مالیاتو میگیرم و یه مقدار، خب بله بچه‌ها اساسینا رو پیدا کردیم، اساسینا ساکن هستن. میریم سری میزنیمشون و دیگه اینا رو که بزنیم دیگه راه باز میشه. این تعداد نیروهاش هم خیلی راحت زدیم و الان برمیگردیم پیش نیروهای خودمون که یه راهی رو باز کنیم و یه حمله رو با بیس حریفمون داشته باشیم. خب الان اومدم دوباره بچه چوب بوریا رو فرستادم سر کار. تعداد خیلی زیادی هم بچه چوب خریدم دیگه، چقدر گل داشتم و چوب خریدم و کمونا رو فروختم، دوباره میام چوب میخرم. حالا بعضی وقتا میبینی من حواسم نیست، داخل فایت هستم و چوبمو تموم میشه، اون موقع سازه های کمونم از کار میفته، من اونجا ضرر زیادی میکنم. الان گلی هم که برام مونده میام ابزار شادی بیشتر میسازم تا خودمون رو برای یه حمله آماده کنیم. خب بچه‌ها می‌بینید که داره پاپاشو پخش می‌کنه، سریع هم بریم هم دیوارو خراب کنیم، خندقو پر کنیم، پاپا رو هم بزنیم. تعداد نیروهامون دقیقاً دو برابره. خب بله بچه‌ها اومده از شمشیر زنای عرب هم استفاده کرده،
یه قسم خورده داخل این بازی با تمام نیروها بازی کنه، یه رفت یه نیروی ناراحت نشه. از این نبعد دیگه خیالمون راحته که دیگه میتونی راحت بازی رو بزنیم، چون تعداد پاپاش داره پخش میشه، ما پاپاشو داریم میزنیم، تلفات خیلی زیادی تونستی از نش بگیریم. دیگه میبینید که 500 تا هم چوب خریدیم که خیال خودمون رو راحت کنیم. میبینید که پاکمنا و توازندارا راحت دیوار رو کندن و دارن خندق رو میکشن، خندق رو کامل باید بکشن، راه درست حسابی باز بشه که ما بریم و یه فایت رو با هم دیگه ببینیم. فعلا هارسارچری من نمیبینم، حالا یه مقدار شیلد هست با شمشیر زنای عرب، ببینم میخواد چه کاری رو انجام بده. خب تکسمون هم مثبت 7، از این نظرش مشکلی نداریم. دیگه همونجوری که بهتون گفتم باید کم کم آماده بشیم که بچا یه حمله رو با هم دیگه ببینیم. حالا ببینیم پاکمنا خیلی راحت خندق و کشیدن، میبینید که داره با شمشیر زنای عرب و شیلد میاد، شیوه نوین فایت کردن که در جنگ‌های صلیبی میبینید، یه جورای شیلدا رو محافظ شمشیر زنای عرب کرده، یه مقدار خنده‌دار داره حمله میکنه. میخونم چه کاری رو میخواد انجام بده، انصافا چقدر بعد داره این کارو میکنه. حالا ما یه لحظه هارسارچر شیلامو از هم جدا شد، تلفات داریم از طریق هارسارچرا، داشتیم مسخره میکردیم حریفونو، ولی واقعا تلفات داریم. خب بچه‌ها با دنیای از اساسینا میریزیم روی نیروهاشو میزنیم و پاپامون هم داره کامل پخش میشه. دیدید که خیلی راحت و ایزی تونستیم شمشیر زنا رو بزنیم و الان میریم وارد بیس میشیم و تک تک زازاشو خراب میکنیم. پاپامون دارن بچه‌ها به سمت بیس حریفمون میرن، این خیلی بده. میام تکس روی حالت آخر میذارم و میبینید که دقیقا همون کار رو انجام دادن دیگه. چوب بریامو بیکار کردم، میکدامو بیکار کردم و انبار قلاتمو روی منفی 8 گذاشتم. الان میبینید که کم کم داره گلد برامون جمع میشه. خب بچه ها حمله رو شروع کردیم. اولی کاری که میکنیم کلیسا جلو دست کلیسا رو میزنیم، 1000 تا به حریفمون ضربه میزنیم و یک کلیسا رو بزنیم. میبینید که اصلا فایت انجام نمیدیم، با اساسینا فقط میریم خونه خراب میکنیم، سازه خراب میکنیم، دیگه میافتیم داخل بیستا و کم کم حریفمون جی جی رو بده. خب همینجوری که میبینید اساسینا دارن دیوار رو خراب میکنن و خونه خراب میکنن، هر چیزی جلو دستشون باشه رو میزنن. توجه هم کرده باشه من بیشتر فوکوس روی میکدا گذاشتم چون گل زیادی براش هزینه شده. حالا تا زمانی که این اساسینا دارن بچه‌ها این یه جوری میکدا رو میزنن بیستا خراب میکنن. بچه‌ها اگه از دستای جنگ‌های صلیبی خوشتون میاد، می‌بینید که واقعا اجازه تبلیغ کردن هم بهمون نمیده، انقدر فان داره بازی می‌کنه. یه جورایی این سنگ پرتاب کنن چی اینا، واقعا اصلا چرا برای فایت اینا رو گرفته، یه مقدار عجیبه. اینا اصلا تو نمی‌دونم دمیج آنچنان زیادی داشته باشن. خب بچه‌ها اگه از دست جنگ‌های صلیبی خوشتون میاد، مخصوصا بازی‌های آنلاین، بازی‌های استراتژی آنلاین خوشتون میاد، حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید، چون قراره کلی بازی آنلاین بچه‌ها داخل چنلمون بذاریم. و واقعا می‌بینید که این سنگ اندازه یه مقدار از اساسینه ما رو زدن، واقعا خنده داره، چون تا حالا ندیدم کسی داخل جنگ‌های صلیبی آنلاین از این روش حمله استفاده کنه. حالا می‌بینید که کمپرسشون هم می‌کنه، میاد می‌خواد چه کاری رو انجام بده، واقعا داره فان بازی می‌کنه. خب دیگه بچه بازی دیگه تموم شده است به نظر من، اینکه سیبا و همه چیز و انبار غلات و دیگه چیزی برای از دست دادن نداره، فقط جی جی رو نمیده. خب ببینید که لرد هم بچه لردش رو وسط نیروهاش نگرد داشته و چیزی هم برای از دست دادن نداره. حالا بالاخره باید بمونیم ببینیم خودش کی جی جی رو میده و فعلا ما از این لحظه فون لذت ببریم. خب بچه توازن دارم اون رو یه مقدار عقب میاریم تا دیگه بقیه سازها رو خراب کنیم. حالا نمیدونم چرا لرد رو بردم اونجا، آخه چیزی دیگه برای از دست دادن نداری، لرد رو کجا میبری؟ بیار جلوی فایتی بزنیم دیگه بازی تموم بشه. خب میبینید که ما دیگه تمام سازها رو خراب کردیم، الان تنها چیزایی که موندن دیگه سازهای سنگ هستن، اونا هم کم کم خراب کردیم. حالا دیگه بعید میدونم امیدی برای بازی کردن داشته باشه. حالا ازش بپرسیم آقا جی میدی یا نه. میبینید که یه مقدارم بردار از کجا آورده، میگم برده داره، حالا بردار رو داره میاره، اینم میخواد چه کاری رو انجام بده. دیگه بیس کامل جارو شده و دیگه باید این در ادامه چه اتفاق میفته. بله بچه ها هارسارچرا رو آورد جلو، لور داره میاره جلو، دیگه به باخت خودش قانع شده. بچه ها امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه، بازی دیگه تموم شد. آمار رو بازی هم واسه کسایی که دوست دارن آمار رو ببینن که واقعا یه با آمار بالانسی نیست و واسه تون میذارم. دم همه تون گرم که تا الان ویدیو رو نگاه کردیم. Victory.